صبح زیبایتان بخیر. شما بیننده برنامه صبح و زندگی از شبکه جهانی آریانا به طور زنده هستین و در ادامه برنامه شما را خوش آمدید میگم. ماه مبارک رمضان هست و در دهه مغفرت قرار دادیم و قرار است که دهه سوم از ماه مبارک رمضان را بخیر فردا آغاز بکنیم. زمانی که دهه سوم از ماه مبارک رمضان آغاز میشه، تعداد زیاد از مسلمانان کوشش به این میکنند که اعتکاف بکنند و بیشترین وقت خود را در مساجد سپری بکنند تا از این طریق هم بتونند که بهتر عبادت خداوند بزرگ را انجام بتن. اما اعتکاف چی هست؟ واژه اعتکاف از عکف گرفته شده و عکف هم به معنی ادامه دادن هست. اعتکاف در لغت به معنای عزلت و همچنان در لغت به معنای گوشه نشینی کردن هست و اصطلاح هم به معنای بریدن از خلق و رسیدن به حق هست. اما ای که چه کسایی میتونن که اعتکاف بکنن، شرایط اعتکاف چگونه هست و احکام اعتکاف چی هست، در این بخش از برنامه میخواییم صحبت داشته باشیم با دکتر تمیم مدثر بهرام، استاد دانشگاه، که اونا هر روز سه‌شنبه با ما میباشند و در رابطه با احکامی که برمیگرده با ماه مبارک رمضان بر ما معلومات بیشتر میتن. خوش آمدید استاد، صحبتان بخیر. تشکر از شما هم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خود عرض و سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران شما و بینندگان نهایت گرامی. سلامت باشین استاد محترم. در ابتدا میشه صحبت بکنین در رابطه به اعتکاف، که اعتکاف چی هست؟ بله، بسیار خوب موضوع را انتخاب کردین، چون فردا به خیر سومین ده آغاز میشه و در او ویژگی های وجود داره که انشاءالله مسلمان ها او را با خود داشته باشن، که الله متعال ازشان راضی شوند. یکی از ویژگی های دهه اخیر او اعتکاف هست، که او مفهوم عامش به معنی ماندن در مسجد هست، یعنی قطع رابطه از انسان ها، از موضوعات دنیوی و محکم کردن رابطه با خدا را اعتکاف گفته میشه. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم معمولا دهه اخیر رمضان را در اعتکاف می نشستن و به خانم ها تشویق اونا را میکردن که در خانه هایشان به اعتکاف بشینن. البته ما سه نوع اعتکاف داریم. یکی اعتکاف سنت کفایی هست، دیگر اعتکاف واجب هست و دیگر اعتکاف مستحب هست. اعتکاف سنت کفایی به او اعتکاف گفته میشه که در دهه اخیر رمضان که امروز 20 هست و بعد از نماز دیگر در مساجد که اونجا 5 وقت نماز خوانده میشن، تعداد از دوستا اونا مکان را بر خود مشخص میکنن و اینا میشینن تا به اینکه اعلان عید شوه و باز از اعتکاف بیرون میشن. بسیار. و خانم ها در خانه در جایی که نماز میخوانن میتونن یک جای را بر خود مشخص بکنن، در روز را در اعتکاف باقی بمانن. خانم ها هم میتونن در مساجد اعتکاف بکنن یا اونا باید در خانه اعتکاف بکنن؟ چون در مساجد مشکلات دیده میشه، رفت آمد نامحرم در مسجد هست، بهتر می است که اونا در خانه هایشون اعتکاف بشینن. این سنت کفایی به خاطر میگن که اگر در یک محیط و منطقه ای که مسجد وجود داره و مردم به نماز 5 وقت میرن، اگر یک فرد نشینه همه گناهگار میشن، باید یک فرد حتما بشینه. که خوشبختانه در این اواخر اکثر جوانای ما شما به علاقمندی خاص خود اینا در اعتکاف میشینن. یادم میاد که سالهای قبل حتی مردم پول میگرفت در اعتکاف میشیشتن، اکثرا سفیدا میشیشتن، اما حال خوشبختانه نسل جوان ما شما اینا به خاطر تزکیه نفسشان اینا در اعتکاف میشینن و خوشبخت هستن. و این اعتکاف سنت کفایی هست. دوم اعتکاف واجب هست، که یک نفر بالای خود نظر میکنن. اصلا امی نظر کردن درست نیست که یک کس یک چیز بالای خود واجب بکنه. اما چون عام شده آل اکثرا مردم بالای خود نظرها را واجب میکنن و ادای از واجب هست، که یک نفر میگه اگر مسافر ما از یک جای آمد یک دو روز یا سه روز ما در اعتکاف میباشم، که واجب هست که باید این فرد در اعتکاف بشینه. سیوم اعتکاف مستحب هست، که او اعتکاف میشه به یک دقیقه هم باشه، به دو دقیقه هم باشه، وقت مشخصی نداره. یعنی مستحب واسه از چند روز استاد آغاز میشه اعتکاف؟ هر وقت میتونه، غیر از روزه هم آدم میتونه که نیت اعتکاف بکنه. مثلا داخل مسجد میشه میگه تا که از نماز خارج شوم از مسجد من اعتکاف هستم. این اعتکاف مستحب میگن و نفلی هست و ثواب داره. میشه که یک نفر مثلا به 10 دقیقه خانه خود میشینه، میگم به 10 دقیقه اعتکاف میشینم، میام درست است، علاوه برش اجر میدن.
مردم در اعتکاف سکوت اختیار میکنن، حتی گپ نمیزنن، این درست نیسته. در اعتکاف آدم میتونه صحبت بکنه، حل مشکل بکنه و تلاوت قرآن داشته باشه، ذکر بکنه، مطالعه بکنه، حتی دعوت بکنه دیگران را، برشان سخنرانی بکنه، صحبت بکنه، استراحت داشته باشه. یک تقسیم اوقات باید داشته باشه که از اوقات مختلف چی کنه استفاده بکنه. اما بیدار خوابی مهم هست. اگر از طرف خواب 3 ساعت 4 ساعت استراحت میکنه، از طرف روز خواب میکنه، شب را کوشش بکنه که بیدار خواب باشه، چون شبهای قدر دخیل هست به او خاطر. و همچنان کسایی که در مسجد در اعتکاف هستن، به اینا اجازه نیست که به بازار برن. از محیط مسجد برشان اجازه نیست که چیان خارج. اگر خارج شن، اینا در حقیقت اعتکافشان باطل میشه و سال بعدی اگر صحتمند بودن اون روزا رو میگیرن، سال بعدی هم بعد اعتکاف بوده باشه. استاد، اگر فرد در حالت اعتکاف باشه یا معتکف باشه و در همون وقت هم غسل برش واجب شوه و نتونه که همون شرایطش در مسجد که اعتکاف کرده مهیا باشه و مجبور باشه که بره به طرف خانه، آیا در این صورت هم اعتکافش قابل قبول هست؟ بله، اول خب کوشش بکنه که تدابیر خودش داشته باشه. هر کسی که در اعتکاف میشینه در اون مکانی که نمی تدابیر قبل از قبل گرفته شده باشه. اما اگر ضرورت حاد شد، یک قاعده ما داریم، از ضرورات تبیح المحظورات، میتونه بره، اما از رابطه های دنیوی باید چی باشه؟ محفوظ باشه و دور باشه. مثلا مریض میشه و شفاخانه میبرنش، او ضرورت ها جدا هست، در اون ضرورت باطل نمیشه چون ضرورت هست. اما در صورت که امکانات بیشتر مهیا شود، این بهتر و عالی تر هست. استاد، اگر یکی از معسلین یا هم یک دانشجو یا کسی که در مکتب درس میخوانه، مثلا امتحاناتش باشه و این مجبور باشه که از مسجد بیرون شود و بره به طرف امتحان دادنش در دانشگاه و دوباره پس بر بگرده به مسجد، در این صورت هم اعتکافش قبول میشه یا کدام مشکلی؟ در اعتکاف سنت کفایی نباید همچون اشخاص معتکف شوند، به خاطر که اینا خود ضرورت دارن، مطالعه میکنن، میرن اعتکاف. کسی بشینه که همه ضروراتش مرفوع باشه، همه مشکلات خود رفع کرده باشه، و در صورتی که همچون کار میکنه باز باطل میشه. بسیار خوب استاد. خوب از در رابطه به نیت کردن اعتکاف بگوین که نیت اعتکاف چگونه هست؟ بله، قبل از قبل باید هر کسی که اعتکاف میکنه نیت، چون اصلا نیت به قلب هست. این نیت که ما شما در نماز میخوانیم، اصلا این نیت در حدیث روایت نامده. ای به خاطر اطمینان تعداد از دوستای ما شما نیت میکنن، اما نیت اما اراده قلبی هست. در روزه هم نیت اراده قلبی است، در نماز هم نیت قلبی مهم هست، در تیمم هم نیت قلبی. در هر امورات که ما قلبا ما شما اراده میکنیم، اون امور نیت گفته میشه. و نکته دیگه که باید من اضافه بکنم این هست که کسانی که اینا در اعتکاف میشینن، اینا باید یک پلان مشخص داشته باشن، چون کسی که در اعتکاف میشینه در اصل میخواد که رابطهش با الله محکم باشه. از غیبت، از صحبت، از موضوعاتی که تعلق به دنیا میگیره باید دوری باشه. ما در بیشتر از مساجد میبینیم که نسل جوان که وقتی در اعتکاف میشینن با اینا با هم جمع میشن، صحبت میکنن، و این کار درست نیسته. باید همگی ذکر خدا را بکنه، یاد خدا را بکنه. و بسیار فضیلت دارم کسانی که اعتکاف میشینن، گناه های قبلی از اینا را الله متعال مورد بخشش قرار میده و پاک میشن اینا، چون هر لحظه اینا ذکر خدا را میکنن و پابند نمازهایشان در مساجد هستن و خواهرای ما که در خانه اونا اعتکاف میکنن و اونا هم اجر بیشتر هست. اما کسایی که در خانه اعتکاف میشینن، اگر اونا شوهر دارن، باید با شوهرشان چی شون؟ مشوره داشته باشن. یعنی اگر شوهر رضایت نداشته باشه که زن در اعتکاف بشینه، باید نشینه، چون یک عبادت نفلی هست، باز امکان در زندگی دیگر ضرورات هم بوده باشه که اونا باید مرفوع شود در روزه های نفلی. بله استاد، اگر فرزند بخواد که اعتکاف بکنه و در این صورت هم والدینش ناراضی باشه و نظر به بعض مشکلات نخواهند که فرزندشان معتکف شود، در این صورت آیا این فرزند میتونه که اعتکاف بکنه؟ اعتکافش درست هست؟ چون اگر در اون مسجد یک فرد اشته باشه، سنت کفایی خلاص میشه، پس این برادر ما نباید نافرمانی پدر مادر بکنه، چون اون حتما ضرورت دارن یا شرایط مشکل میبینن. پس بهتر امی هست که از دیگر راه ها بتانن مزدر خدمت شون، مثلا شبهای قدر بیدار خوبی بکنن، میشه امی اجر اونا از اون طریق هم چی کنن؟ به دست بیارن. بسیار خوب استاد، در رابطه به مدت اعتکاف بگوین که مدت اعتکاف چگونه هست، از چند روز تا چند روز باید باشه؟ بله،
اعتکاف که مستحب هست مدت مشخص نداره، به لحظه و هر دقیقه میشه. اما اعتکاف که سنت کفایی هست از 20 از امشب از بعد از نماز دیگر آغاز میشد که 2 روزه در بر میگیره. اگر روزه یک روز کمتر بیه باز 9 روزه در بر میگیره، چون ماهایی که ماهای خدایی هست اینا پوره نمی باشند. گاهی مردم میگم سال یک روز ما خورده شد، یعنی می جمله درست نیست. گاهی ماها 30 میه، گاه ماها 29 میه، چون دیم حکمت پروردگان هست که هلال دیدن هلال مهم هست. الله متعال هم یک حکمت را نهفته که مردم باید منتظر باشند که هلال ببینن. پس امکان داره در کشورها متفاوت دیده شود، یک کشور دیده شود یک کشور دیده نشه. چون اکثرا در افغانستان ما شما امکانات پیشرفته نداریم، ما ارسال مطابق به آنچه که سودی اونا میبینن و حکم میکنن و بیان میکنن ما شما روزه میگیریم و عید میکنیم. اما ای کاش که در وطن خود ما امکانات مساعد می بود، ای بهتر و خوبتر بود. استاد پس 10 روز مشخص است، یعنی اگر کسی اعتکاف بکنه آیا از 10 روز هم میتونه کمتر اعتکاف بکنه؟ در سنت کفایی نمیتونه، اما در اعتکاف مستحب میتونه. بله، مثلا شب 27 رمضان میتونه که از دیگر تا صبح بشینه در اعتکاف، اما اجر مو یک شبه را میگیره. اما کسی که اون سنت کفایی را میشینه او ثواب مکمل با خود می داشته باشه. خب استاد، خوب است در رابطه با چیزهایی که خود اعتکاف را خراب می سازه یا هم باطل می سازه میشه صحبت بسیار کوتاه بکنین که بلد. کدام موارد هست که ایره در نظر بگیرن کسایی که تصمیم دارن اعتکاف بکنن؟ بلد. کسایی که اعتکاف میکنن اینا باید از همبستری با خانواده و فامیلش باید دوری بکنن. بلد. با خانمشان. کسایی که در اعتکاف میشینه حتی از مقدمات از اینا هم باید دور بوده باشن، به اینا باید نزدیک نشن. و همچنان اینا کوشش بکنن که از محیطی که در اعتکاف هستن که مسجد هست، باید قبلا گفتیم اگر یک ضرورت حاد میشه استثناء هست، اما بدون ضرورت نباید اینا از محیط مسجد شان بیرون شون. و نکته سوم، اینا از معاملات دنیوی باید قطع رابطه داشته باشن، نباید در رابطه با دنیا و موضوعاتی که غیبت هست از اینا زنده و سلامت باشین استاد محترم، از اینکه امروز هم تشریف آوردین و واقعا نکات بسیار مهم و اساسی را با ما بینین داشت.